توی درس قبلی من یه کلیتی گفتم خدمتون در مورد این اتفاقات. توی این درس حالا وارد جزئیاتش میشیم و عملا میبینیم که این اتفاق به چه شکلی میفته. اینجا دو تا هارد دارم من. فرض کنید شما، یکیش این هارد مرکزی و سن منه، یکیش این هارد اکسترنال، که این دوتا هستن. این هارد داخلی من شما تصورش بکنید که هارد سن ما هست و این هارد اکسترنال ما هم هارد اکسترنالیه که اینجا داریم. سر خود صحنه یه فیلم فوکوس که یه همچین چیزی وجود داشته و داخل این تریلر ها، این تریلری که شما اینجا میبینین، داخلش یه همچین چیزی وجود داشته. صحنه هایی که فیلم برداری میشده بلافاصله میمدن اینجا کپی میکردن. خود تدوینگرش یان کوک شروع میکرده یه اسمبلی زدن بلافاصله ازشون، نه یه تدوین دقیق ولی خب یه کلیتی، اگه چیزی کمه، اگه چیزی جا افتاده بتونن دوباره سریع فیلم برداری کنن. و خب این جلوی خیلی از اشتباهات و خیلی از مشکلاتی که بعداً ممکنه تازه مشخص بشه میگیره و اتفاق خیلی خوبیه. اینه که حالا با این مقدمه من میام سراغ این کار کوتاهی که خودم انجام داده بودم و حالا رو این توضیح میدم که به چه شکلی این اتفاق میتونه بیفته. اینجا من اول یه لایبرری درست میکنم که اسم حالا فیلممو میتونم روش بذارم، مثلا فرض کنید شما شید. کجا درستش بکنه؟ حالا اینجا توی هارد داخلی منه که همین هارد سن ما هست. شما فکرشو بکنید، حالا این هارد سنی که ما اینجا داریم توی اونه و این اتفاق داره اینجا ثبت میشه. حالا شما میگم بنا به کاری که دارید انجام میدید طبیعتا جای این دیگه توی این هارد نخواهد بود، توی هارد دیگه ممکنه باشه، هارد اکسترنال شما ممکنه باشه، هر چیزی. من اینجا اینو سیو میکنم اینجا من و حالا این خودش بر من پیش فرض یه دونه ایونت درست میکنه. ایونت اول رو من میام اینجا سکانس اولی رو بر اساس سناریو اسمش رو انتخاب میکنم، میام اینجا میزنم یک و اینو پیست میکنم. سکانس اول ما خارجی هاوس و شب هست. خارجی خونه و شب هست. حالا من اینجا ایمپورت میدیا رو میزنم، میام توی اینجا و حالا این تصاویر رو وارد میکنم، اینجا ایمپورت رو میزنم و حالا همه اینا میان توی این سکانس. سکانس بعدی یا ایونت بعدی رو من میتونم درست بکنم. دومین ایونت ما، سکانس دو ما داخلی هست، داخلی خونه و شب هستش که من اینو اینجا درستش بکنم. اوکی رو میزنم و حالا میتونم تصاویر مربوط به سکانس دو رو وارد این لایبرری بکنم، ببخشید وارد این ایونت بکنم. خب من یه سری هم صدا دارم که حالا این صدا ها رو ایمپورت میکنم. من اینجا حالا هم تصاویرم اینجا وارد اینجا شده، هم صدا هم توی فولدر همونطور که دیدید جدا قرار گرفته، توی یه کیبورد کالکشن جدا. خب حالا اینجا توی این سکانس دومون من اصلا میتونم اینو ببندم که دیگه مستقیما با خود این تصاویر بخوایم کار بکنیم. اینجا شما توی قسمت راست ممکنه یه همچین چیزی رو ببینید زمانی که این تصاویر رو وارد میکنید. میتونید شما اینو بیاید بذارید روی جنرال که یه سری متادیت های اضافه در اختیار شما بذاره. به طور مثال حالا این متادیت ها به چه دردی میخوره و چه استفاده میشه ازش کرد. اینجا شما میبینید این پایین من یه توضیحی دارم که توضیح صحنه من هست. میتونم من اینو کپی بکنم اینجا بیام بگم که تمام این تصاویری که مربوط به این صحنه میشن، مربوط به این صحنه خاص میشن، این کلیپ ها رو انتخاب بکنم، بیام توی سینشون و این رو پیست بکنم. حالا الان هر کدوم از اینا رو من دونه به دونه نگاه بکنم، شما میبینید به محض اینکه من یه دونه از اینا رو انتخاب بکنم، این توضیحات رو کاملا میتونم دست راست ببینم. اگرم خواستم حتی میتونم بیام اینجا این سین رو از اینجا هم اضافه بکنم که اگه مثلا داشتم روی ویدیو کار میکردم یا هر چیزی، باز به این اطلاعات دسترسی داشته باشم. میتونم اینجا کامرا انگل رو آف بکنم، کامرا هم همینطور، هایت کالن و حالا این سین اینجا هستش.
اما اتفاقی که ممکنه به شما خیلی 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 کمک بکنه توی حین کار این هستش که فرض کنیم شما این سه تا صحنه پایینی من، این سه تا کلیپ پایینی چیزی هستش که من توی این سکانس به اسم insert painting میبینم. من میتونم اینو کپی کنم، بیام اینجا دوباره این رو پیست بکنم اینجا. اما اگر خواستم میتونم حتی من این اسم رو اینجا هم داشته باشم، یعنی نخوام لزوم من حالا این سین رو فرض کنید شما اینجوری درک بکنم اینجا و حالا اینجوری ببینمش. هرچند که این کارم میشه کرد، حتی شما میتونید سین رو اولین عنوان بذارید، میتونید این نیم رو، حتی فکر کنم نیم رو نمیشه جابجا کرد، اگه اشتباه نکرده باشم نیم باید حتما اول بمونه، ولی میشه حتی سین رو تا اینجا آورد، از اینجا میشه دید. ولی احیانا اگر شما نخواستید این کار رو بکنید، نخواستید این اسم رو اینجا اضافه بکنید به متادیتاش، میتونید حتی خود اینها رو انتخاب بکنید. من اصلا این سین رو از اینجا الان برمیدارم، میتونید بیاید توی مادیفای و چیزی که فوق‌العاده به درد میخورد توی فاینال کات، اینجا توی اپلای کاستوم نیمز، یعنی اسمهای دلخواه من رو بهشون نسبت بده. من ادیت رو میزنم اینجا، شما همونطور که میبینید یه سری پیشفرض خودش داره، مثلا نوشته سین، همونطور که شما دیدید این سینی که اینجا هست رو اول اسم فیلم بذار، اسم کلیپ این باشه، بعد تیک مورد نظر رو اینجا اضافه بکن توی اسمش، یعنی اسم شما، اسم صحنه شما میشه insert paintings مثلا تیک دو، تیک یک، هر چیزی، و بعد انگل یا همون زاویه دوربین. من میتونم اینو حذف بکنم، برای حذف کردنشم خیلی شما راحت سلکتش میکنید و دیلیت رو، بک اسپیس رو میزنید. اینجا در عین حال شما میتونید از یه سری پیش فرض های دیگه هم استفاده بکنید، مثلا کاستوم نیم که شما این نیم رو اینجا میتونید اضافه بکنید، اسم دلخواه من، به علاوه حالا کانتر یعنی شمارشگر. من میتونم این آخری رو پاک بکنم. حالا ممکنه برای این صحنه دقیقا این اون چیزی باشه که من بخوام. اینجا شما میتونید این شماره رو تغییر بدید، میتونید بگید از یک شروع نشه، میتونید بگید مثلا از فرض کن شماره 8 شروع بشه، از 10 شروع بشه، هر چیزی. و این شماره اینجا هم تعداد این صفرایی که اینجا میذاره، ممکنه شما بخواید از 3-0-1 شروع بشه، از 2-0-1 شروع بشه الی آخر، که این توی بعضی از موارد ممکنه مخصوصا شما شاتای زیادی اگه داشته باشید خیلی به درد بخوره. خب حالا من اینجا میام بهش میگم که اسما اینا رو عوض کن، insert painting بذار، تهشون هم یه شمارشگر اضافه بکن. چیزایی که شما اینجا میبینید به اطلاعات کلیپ شما مربوط میشه، اگر شما بخواید اینا رو میتونید درگ بکنید اینجا خیلی راحت، یا اگر نخواستیدم میتونید بک اسپیس رو بزنید و پاکش بکنید. این قسمت به کلیپ شما مربوط میشه، این قسمت به روز فیلم برداری و زمان فیلم برداری، اون چیزی که این فایل داره مربوط میشه، این تیکه به فرمتشون مربوط میشه، و این تیکه به دوربین شما. به طور مثال اگر شما 5 تا رد داشتین سر صحنه، یه 5D، یه آلکسا، این چیزاییه که میتونید اضافه بکنید. مثلا میتونید بگید manufacturer یا همون سازنده دوربین رو اضافه بکنید، که دیگه خیلی راحت با یه نگاه توی این فایل ها بتونید تشخیص بدید کدوم مال چه دوربینی هست. خب من اینجا الان پاک میکنم، اوکی رو میزنم، و حالا ممکنه شما بگید که خب الان درسته که من اومدم اینجا ادیت رو زدم و حالا این کاستوم نیم رو و کانتر رو زدم و اوکی رو اینجا هم زدم، خب چرا هیچ عوض نشد، هیچ تغییری نکرد؟ علتش اینه که شما توی این بخش ادیت فقط میتونید اینا رو تغییر بدید. زمانی که میایید توی خود اپلای کاستوم نیم و در واقع این رو روش کلیک میکنید، این اتفاق میافته. الان شما میبینید بلافاصله اون اسم رو اینجا اضافه کرد، و حالا دیگه خب من با یه نگاه خیلی سریع و راحت میتونم اینجا ببینم که کدوم تصاویر اینسرت هست. کار دیگه که میشه کرد اینه که من میتونم اینجا بیام همه اینا رو انتخاب بکنم،
کامرا نیم رو دوربین، حالا اسم دوربین رو اینجا بزنم مثلا کانون 5D MK2، اینا رو بیام بزنم چون میدونم اینا با کانون 7D فیلم برداری شده، میتونم اینم بزنم. الان باز همونطور که شما میبینید خیلی راحت هر کدوم از اینا رو من انتخاب بکنم، میتونم ببینم که این دوربین 7D هست ولی این یکی ها 5D هست. و این اگر رزولوشن دوربیناتون با هم متفاوت باشه، کیفیتش با هم متفاوت باشه، خیلی راحت و سریع شما میتونید تشخیص بدید که در واقع کی به کیه، کدوم دوربین چی ریکورد کرده، مخصوصا زمانی که تعداد دوربینا زیاد باشه این خب طبیعتا میتونه به کار شما بیاد. اما این نمای مثلا فرض کنید شما یک از نمای اینجا تا اینجا ممکنه من بخوام بیام اسمشون رو عوض بکنم و بگم این نماها در واقع اینا هستش. اینجا هم چون صحنه اول توی این سکانس دو هست ممکنه من بخوام بیام بگم که شما، حالا فرض کنید من کلش هم انتخاب نکنم چون ممکنه خیلی زیاد باشه، ممکنه من این تیکر رو انتخاب بخوام بکنم، کپی رو میزنم میام اینجا توی modify و apply custom names edit رو میزنم، اینجا توی custom name with counter من ممکنه بگم که حالا اسم اینه و به علاوه یه شمارش کرد، اوکی رو من میزنم میام اینجا apply custom name و حالا اینجا میزنم custom name with counter. حالا دقیقا باز شما همون اسم رو میبینید با این عدد. یه نکته توی هالیوود حالا حتما این کار رو انجام میدن که میگن این صحنه یکه، مثلا فرض کن شما این صحنه دوه، این صحنه سست به طور مثال، یا این دیالوگ یکه، این دیالوگ دوه، این دیالوگ سست، یعنی این یک دو سه چهار ها حتما اونجا اضافه میشه. به خاطر همین اگه بخوایم خیلی دقیق‌تر این کار رو انجام بدین طبیعتاً درست ترش اینه که اینجا یه یک هم من اضافه بکنم توی این custom name with counter. حالا الان شما میبینید که هی اومدن اینجا این کارو کردن برگشتن، اومدن اینجا این کارو کردن برگشتن یه ذره ممکنه سخت باشه. راحت تر اینه که من میام بگم این custom name with counter من اصلا اسم صحنه منه، کاستوم نیم هم نداره، یا اصلا میتونم بیام اینجا یه چیزی اضافه بکنم بگم سین به علاوه کانتر. حالا اینجا میتونم بگم اسم صحنه هرچی هست اضافه بکن و تهشم یه کانتر بذار. کاری که الان انجام میده این چی هست؟ میاد به این متادیتا نگاه میکنه، اون رو روی اسم فایل میذاره، تهش هم یه شماره میذاره. حالا اینجا این چهار تا فایل پایینی فایلایی هستش که مربوط میشه به این صحنه ای که قبل از اینکه سکانس اون عوض بشه کارل استنز اپ، این صحنه هست که صحنه مثلا فرض کنید شما 6 ماست. خب من میتونم بیام اینجا بگم 6 کارل استنز اپ. خب طبیعتا شما همونطور که میبینید اینجا چیزی تغییر نمیکنه به دلیل اینکه من توی متادیتای سین گذاشتم، ولی اگر بیام توی مودیفای اپلای کاستوم نیم، حالا اون چیزی که خودم توی ادیت با این آیکون پلاس اضافه کردم که این سین به علاوه کانتر بود اینجا دیده میشه و حالا من خیلی راحت تر برام که بیام اینجا بگم سین به علاوه کانتر. همونطور که شما میبینید میاد از این سین استفاده میکنه، تهش هم یه شماره میذاره. طبیعتا این نحوه مدیریت اطلاعات باعث میشه که شما خیلی راحت تر بعدها موقع تدوین بتونید پیدا بکنید فایلاتون رو و حالا بدونید که مثلا
فایلایی که مثلا کارل داره میره بیرون از کاز کدوم هاست، فایلایی که یه شام رومانتیکه کدوم هاست، و حالا الاخر. حالا احیانا اگر شما خواستید این توضیحات صحنه بلند و چند خطیتون رو به این کلیپ ها اضافه کنید، میتونید اینجا اینو کپی کنید تو سناریو، بیاید توی نوتس فرضاً اضافه بکنید. بعضی البته حساسن نسبت به این قضیه، میگن که آقا نوتس رو بذاریم واسه توضیحاتی که حالا کارگردان میخواد بده، چونم تهیه کننده میده و کسای دیگه، ولی اگر خواستید میتونید از اونم استفاده بکنید. یکی از چیزاییه که شما میتونید مثلا اگر اینجا من اینو اضافه بکنم، چون توی نوتس هست دیگه توی اسم خود فایل اضافه نمیشه و اینجا رو خیلی بلند نمیکنه. نکته یه دیگه که هست، شما فرض کنید اگر خواستید میتونید بیاید مثلا این 5 تا حالا 6 تا وسطی ها رو من انتخاب میکنم، به طور مثال این 5 6 تا وسطی ها، حالا صحنه یک، حالا مثلا فرض کنید شما صحنه 4 منه یا صحنه مثلا 5 منه، من میتونم اینجا سین رو بیام بزنم 5، اینو اینجا اینسرت رو بزنم و حالا اینقدر بلند نباشه بگم همینقدر توضیحات برای من کافیه. و طبیعتا اگر بخوام اصلا دیگه نیاز نیست بیام توی مادیفای اینجا دوباره اینو بزنم، نیاز نیست بیام دوباره توی منو و حالا این همه مسیر رو طی بکنم، همینجا که هستم میتونم اپلای کاستوم نیم رو بزنم، بیام این سین به علاوه کانتری که درست کردم و حالا روش یک کلیک بکنم، خیلی راحت و سریع دوباره اینجا این اضافه میشه. این از بحث مدیریت حالا تصاویر شما و اینی که چطوری میتونید اسم هاشون رو عوض بکنید، چطوری میتونید اسم ها رو تغییر بدید. طبیعتاً شما هر موقع که بخواید میتونید این اسم این فایل ها رو انتخاب بکنید، بیاید توی مودیفای اپلای کاستوم نیمز رو بزنید، چیز دیگه ای از اینجا انتخاب بکنید. به طور مثال بگید که آقا من شات و تیک و انگل رو میخوام داشته باشم، میتونید بگید اوریجینال نیم فرام کامرا که دقیقا دوباره برش میگردونه به همون اسمی که قبلا داشته، میتونید بگید کاستوم نیم ویت کانتر کریپت نیم ویت دیت، حالا چیزای دیگه. معمولا راستش من از یه همچین چیزی استفاده میکنم خودم به شخصه. علتش هم اینه که شما اگه تیک رو بزنید، الان چون خیلی کارگردان کات نمیدن ادامه میدن دیگه، دوربین تیک اولی که گرفته درست نیست، مثلا تو 6 تا تیکه، توش 8 تا تیکه، کات نیفتاده وسطش که بشه اون دوربین تشخیص بده که آها خب مثلا الان کات شد، حالا تیک 2، حالا تیک 3، حالا تیک 4. اینی که اون راستش توی فضای الان شاید زیاد به درد نخوره. اما یه موضوع دیگه لاین دیالوگیه که اینجا قطعا اضافه میشه به کار. به طور مثال اینجا ما چند تا لاین دیالوگ داریم، اولیش این هست، من کپی رو میزنم میام توی فاینال کات، توی اینجا کیوردز رو باز میکنم، میگم که لاین اول ما این هست، لاین دوم ما تو این هست، و حالا همینجوری الاخر. حالا من میتونم بیام بگم به طور مثال از اینجا تا اینجا این تیکه وسط این کلیپ کیورد یک ماست، کنترل یک هم میزنم و شما همونطور که میبینید خیلی راحت این میاد اضافه میشه. حالا لاین دوممون چیه؟ خب حالا لاین دوم، این همونطور که دیدید it's fun بود و گفت there are some crazy moments، حالا من میتونم بیام اینجا دوباره این تیکر رو انتخاب بکنم، آی رو بزنم تا قاعدتا باید اینجا باشه. تا اینجا کنترل دو، و حالا این لاین دوم منه. همینطوری من اینجوری میتونم اینا رو بسازم
و بیام حالا تو کلیپ بعدی دوباره انتخاب بکنم، دوباره این کیورد ها رو بهشون نسبت بدم. و اگرم خواستید میتونید شما بگید که حالا بنا به پروژه‌ای که وجود داره شما میتونید اسم اون بازیگر رو هم بزنید اینجا. مثلا میتونید بگید که این لاین لاین ساراست و فرض کنید شما سارا به علاوه این لاین یا کارل به علاوه این لاین. این دیگه بنا به اون ورک فلو شماست و بنا به اون چیزی که خودتون تشخیص میدید. یه سوال خیلی مهم ممکنه همه شما الان از من بپرسید که آقا این به فارسی کار میکنه یا نه، این همه توضیحی که به انگلیسی داری میدی به چه درد ما میخوره؟ ما به انگلیسی که کار نمیکنیم که، ما به فارسی داریم کار میکنیم. تا جایی که من تست کردم درست بود و تا جایی که من تست کردم راستش کاملا درست و خوب کار میکرد. باز دوباره برای این کلیپ هم ممکنه این یکی توش خیلی خب اتفاقا این خوبه چون اینجا حالا اتفاقی که توی هالیوود داره به صورت استاندارد میافته، اگر شما صحنه هایی داشتید که بازیگرها توش فل بداهه گفته بودن، به طور مثال مثلا بازیگر من اینجا میگه که doesn't matter تا اینجا، اینجا حالا من میتونم بیام بگم که این دیالوگ مثلا سه ماست یا فرضاً قرار بوده سه باشه ولی اد لیبه یا آلترنیت، حالا هر کدوم که شما دوست دارید پیش فرض بذارید، یا میتونید شما به فارسی بنویسید سه فعل بداهه، ادلیب در واقع میشه فعل بداهه گفتن. حالا اینجا من میام جلوش میزنم it does not matter. من حالا این کیورد رو بهش اضافه میکنم، شما اینجا میبینید حالا این یکی کیورد سه ادلیب من هم اینجا اضافه شده. این کار ممکنه به نظر شما بسیار بسیار طاقت فرسا و عجیب به نظر بیاد، ممکنه شما بگید بابا چه کاری این همه بشیم دونه به دونه به دونه اضافه بکنیم. این کاریه که راستش اینجا دستگارا انجام میدن، به خاطر همین اگه شما تدوینگر هستی طبیعتا میتونید اینو بزنید گردن یه نفر دیگه. ولی مزیتی که داره، حالا فرض کنید شما، من اگه بیام اینجا از اینجا تا اینجا رو انتخاب بکنم، کنترل یک رو بزنم، حالا یه ذره جلوتر مثلا از اینجا تا اینجا رو انتخاب بکنم، کنترل دو رو بزنم، بیام روی این یکی کلیپ، باز دوباره همینطور بگم مثلا از اینجا تا اینجا این لاین یک ماست، مثلا از اینجا تا اینجا لاین دو ماست. بعدن موقع ادیت هر موقعی که شما بخواید میتونید این فیلتر رو بزنید و اینجا من اینو حالا آف میکنم، میام توی کیوردز و حالا از اینجا به راحتی هرچه تمامتر میتونید به اون کیورداتون دسترسی داشته باشید. تصویر من الان نمیدونم شما میبینید داغون هست، علتش باگیه که الکاپیتان داره با فاینال کات 10.2.2 این، امیدوارم حالا تو ورژن بعدی درستش بکنن ولی فعلا یه همچین باگی هستش. خب من اینجا میتونم بیام بگم که آقا شما همه صحنه های یک رو انتخاب بکن، دیالوگ یک من، و شما اینجا دقیقا میبینید که دقیقا فقط همون تیکه این کلیپ ها انتخاب شده. یعنی اگه من بیام اینو وردارم شما میبینید که این کلیپ خیلی بلندتره ولی فقط همون یه تیکه رو نشون من میده. به خاطر همین این خیلی توی تدوین مثلا روتوش کردن رو راحت میکنه. حالا شما فرض کنید اگر من دو رو بزنم، باز به همین صورت میتونید به راحتی ببینید که فقط دیالوگ های دو شما کجاها بوده. حالا مثلا اگر خواستید این تیکه آخر رو استفاده بکنید توی کار، میتونید فقط همین تیکه تایی رو به طور مثال استفاده بکنید و حالا این تیکه رو بیایید درک بکنید اینجا. بیا حالا هر کار دیگه، میدونید از اونجایی که دیگه شما تمام تصاویرتون اصطلاحاً تک شدن
و این اسم ها بهشون اضافه شده، پیدا کردنشون، بین شاتا جابجا شدن و اینا خیلی خیلی راحت خواهد بود. حالا ممکنه شما بگید که خب تمام این کارها رو دستیار تدوین انجام داد، حالا من میخوام بشنم ادیت بکنم. شما اگر تدوینگر باشید میتونید بیاید یه لایبرری جدید درست بکنید، به طور مثال بیاید اسمشو بذارید شید دو ادیت، و حالا شما چون این توی کاریه که دستیارا باش انجام دادن، میتونید حالا بیاد بگید اینا رو برای من کپی کن توی لایبرری ادیتمون، من دیگه حالا میخوام روشون کار بکنم. یا حالا مثلا این ایونت دومون رو که ما انقدر روش کار کردیم شما میخواید کپی کنید اینجا، خیلی راحت دوباره میتونید همین کار رو انجام بدید. میتونید خود این ایونت رو انتخاب بکنید، بیاید توی فایل، توی کپی ایونت تو لایبرری، و مثلا من توی شید دو ادیت میخوام کپیش بکنم و اوکی رو هم میزنم. حالا باز دوباره شما این رو توی این یکی لایبرری جدیدمون که مخصوص ادیتور دارید، تمام اون تغییرات اسم و حالا همه اون کارهایی که اونجا انجام شده بود اینجا هست، و شما میبینید تمام کیورد اون همه کارهایی که انجام دادین رو اینجا شما میتونید ببینید و خیلی راحت بهش دسترسی داشته باشید و هیچ مشکلی هم نداره. تمام اون کارهایی که دستیارها انجام دادن قابل دسترسیه و خیلی راحت شما میبینید که دقیقا عین همون سیستم ما اینجا داریم، با همون اسما، با همون اتفاقات، همه اون متادیتا ها، اگه مثلا اسم دوربین رو اضافه کرده باشن، اگه چیزی رو اینجا تغییر داده باشن، تمام اونها اینجا حفظ میشه. و خب طبیعتا این برای زمانی که شما دارید با یه تیم کار میکنید خیلی راحت تره، چون خیلی از سوالایی که من از من پرسیده میشد این بود که آقا اگه مثلا ما یه تیم 5 6 نفر داشته باشیم چی؟ راه حلش یک همچین چیزیه که اونا توی یه لایبرری کار میکنن که فرض کنید شما مخصوص دستیار هاست، و حالا هر موقع شما خواستید اون رو کپی میکنید توی لایبرری اصلی خودتون که مخصوص ادیته، و حالا از اونجا شروع میکنید کار کردن روی این فایل ها. اما نکته آخر، حالا قبل از این که ما بخوایم تمام بکنیم درس رو، شما توی این لایبرری وقتی این لایبرری انتخاب کردید میتونید بیاید این استوریج لوکیشن رو، مودیفای سیتینگ رو بزنید، مدیا و کشتون رو جاش رو عوض بکنید. مثلا من مدیا چوز رو میزنم، میام میگم آقا توی این هارد اکسترنال من توی رندرا مثلا بذار، یا به طور مثال کش من رو دوباره بیا توی این هارد اکسترنال توی کش مثلا درست کن. هر اسمی میتونه داشته باشه ولی حالا من اینجا اسمش رو بذارم کش. بکاپ هم به طور مثال نمیخوام. اگر خواستید میتونید باز یه جایی رو انتخاب بکنید توی خود هارد داخلیتون یا تو هارد اکسترنالتون برای بکاپ. این دوتا برای کش هایی که فاناکات درست میکنه، اون محاسبات داخلی که انجام میده برای استیبلایز کردن دوربین، برای ریتایمینگ، و مدیا برای رندرهای شماست، اون تصاویری که رندر میکنه و اون پرورز پروکسی هایی که میسازه و اون پرورز های اپتیمایزی که میسازه. یعنی این کش شما در واقع اون پرورز پروکسی ها و اون اپتیمایز مدیا ها اینجا نمیان، توی این فولدر قرار میگیرن. من اینجا اوکی رو میزنم. حالا میگه که میخوای الان چیزایی که داری رو جابجا بکنی، که من میگم Do you want to move your render files؟ الان چیزایی که هست میخوای جابجا بکنی؟ من میگم الان نمیخوام این کار رو بکنم. و حالا شما الان دقیقا میتونید ببینید که این مدیا لوکیشن من، یعنی جایی که هارد من، فایل اصلی من هست، توی مک منه. اگه خاطرتون باشه اول درس من گفتم توی همین فرزن سن منه، ولی رندرهای من و کش من توی این هارد اکسترنال من هستش و توی این هارد اکسترنال منه، که اون چیزیه که به خود این سیستم وصله دیگه، اون هارد داخلی ما نیست. خب اینم از
توضیح خیلی دقیق و مشخصی که توی هالیوود استانداردها به چه صورتی هستش، و حالا مثلا توی یه کاری مثل فرض کنید شما فوکوس با چه ساختاری کار شده، این متا دیتا ها رو چجوری ازش استفاده بکنید، کاستوم نیم رو چجوری اضافه بکنید به فایل هاتون، این متا دیتا های اینجا به چه دردی میخوره و عنوان هایی که اینجا هست برای این اتفاقات. آخرین نکته که من خدمتتون بگم این عنوان اساین رولز. یکی از چیزایی که خب طبیعتا شما اگه با کسایی که کار صدا کردن کار بکنید خیلی زیاد میبینید و براتون اتفاق میافته اینه که خیلی خوب میان نامگذاری میکنن میکروفون هایی رو که داشتن. به طور مثال من بذارید اینجا این اضافه ها رو پاک کنم، اینا مال خود نرمافزار پلورال آیز آیزه که اینا اضافه هستش، نه بعد اینجا میبوده. اینجا شما مثلا فرض کنید این سه تا عنوان بالا صداهایی هستن که میکروفون سارا هستن. خب من میتونم بیام اینجا، بیام توی مادیفای کاستوم نیم ادیت رو بزنم، توی اینجا کاستوم نیم بگم که سین نمیخوام، کاستوم نیم اگر بتونم پیداش بکنم. حالا ببینید شما این خیلی ممکن طولانی بشه و خیلی چیز ممکنه باشه، من میتونم بیام بجاش از رول استفاده بکنم و بگم که حالا ادیت رول این دقیقاً رول به طور مثال ساراست. تمام دیالوگ های سارا رو من میتونم اینجا اوکی رو بزنم، بیام مادیفای اساین رولز حالا سارا. این به چه دردی میخوره؟ بعدن که شما خواستید کار رو بفرستید برای پرو تولز یا حالا نرم‌افزارهای دیگه، اینجا شما آدیو اینجا رولزتون رو میبینید. حالا فرض کنید شما میخواید کار رو بفرستید برای پرو تولز، اینجا میخواید بگید آقا فقط بذارید من اینم اضافه بکنم که دیده بشه، اینجا احتمالاً اختار میده که مهم نیست. شما اینجا ممکنه بگید که آقا برای من دیالوگ ها رو، فقط دیالوگ های سارا رو الان میخوام اکسپورت بگیری، یا مثلا دیالوگ ها رو اکسپورت بگیر همه رو، افکت صدا ها رو اکسپورت نگیر. بذاری من اینجا یه افکت صدا هم اضافه کنم که مشخص باشه چی میگم، این خیلی سخت و پیچیده میشه. Final Cut Pro Effect میذارم اینجا، یه دونه میوزیک اضافه بکنم، یه موزیک هم اضافه بکنم. ببخشید چرا این وسط من یه حالا اینجوری برگشتم گفتم. به طور مثال اگه باشه پیدا کرد خوبه، یا اصلا تو آیتیونز میوزیک، آیتیونز هم خالیه، بذاری اصلا توی این از تایم بلندش مشخص میشه که موزیک. هر کاری میکنم نمیتونم یعنی موزیک پیدا کنم، حالا مثلا همین مارچ قاعدتا این بعد موزیک باشه. خب اینجا حالا فرض کنیم این مارچ ما، من میتونم بیام بهش بگم که توی مادیفای اساین رولز میوزیک هست، این افکت و حالا این دیالوگه. توی درس قبلی حتما شما خاطرتون هست که با هم دیدیم. حالا شما اگر خواستین همه افکت ها رو اکسپورت بکنید میتونید بیاید این دوتا رو آف بکنید، فقط اکسپورت رو، فقط افکت رو اکسپورت بکنید، فقط موزیک رو اکسپورت بکنید. و حالا الاخر اگر خاطرتون باشه توی درس قبلی من گفتم خدمتون که این رول هایی که اینجا نسبت میدید به این صداهاتون دیگه شما رو اصلا از بحث ترک کلن خلاص میکنن. حالا شما میتونید بیاید اینجا توی سیتینگ بهش بگید که آدیو اونلی، و اینجا میتونید بگید رولز رو به جای از ACC، اینجا البته حتما بعد یه فرمت AIF یا ویو رو انتخاب بکنید زمانی که میخواید رول ها رو اکسپورت بکنید. اینجا هم شما میتونید بگید از آدیو فایلز رول های من رو به عنوان فایل های جدا جدا اکسپورت بکن، دیالوگ همیشه باید مونو باشه، به طور مثال مالا این دیالوگ هم مونو، موزیک و افکت هم جدا شما استریو اکسپورت بکن، و وقتی شما نکست رو بزنید دیگه همه اینها جدا جدا جدا
اکسپورت میشن و خیلی راحت اون کسی که توی پروتولز داره کار میکنه میتونه همه اینا رو ازشون استفاده بکنه. اینم از رول ها و من گفتم این قسمت رول ها رو هم خدمتتون بگم به عنوان یه خیلی موضوع کوچولو اضافه بر سازمان به نسبت آموزش قبلیمون. اینه که شما از این apply custom names میتونید به این شکل استفاده بکنید، از assign roles میتونید به این شکل استفاده بکنید، همونطور که گفتم خدمتتون میتونید به فایل های مختلف به طور مثال دیالوگ های جدا اگه داشته باشید میتونید رول های مختلف نسبت بدید که کارتون رو به شدت راحت میکنه. و باز تو این زمینه workflow و تو این زمینه حالا چیدمان این ساختارها و الاخر اگر شما اطلاعات بیشتری هم خواستید به دست بیارید، این آقای مارک ماتسوف دستیار تدوین فوکوس یه کتاب بسیار خوبی نوشته تو این زمینه به اسم Final Cut Pro X Pro Workflow که عموما و اصولا هم در رابطه با همین فیلم فوکوس هست و این بیشتر تمرکزش باز روی همین فیلم هست. خب این هم از درس ورکفلو در واقع هالیوودی ما.